بنا کجا تکیه گاهم باش تو ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا، ای خدا. عمو جان صد بار گفتیم جلوی مشتری هی نگو مامانت شوهر کرده. خب زشته دیگه. الان نصف محل فهمیده مامانمون شوهر کرده. خب بفهمن عمو جون. مگه گناه کرده مادر؟ جناب‌عالی هم به جای کلکل با مشتری بهتره حرف عمو تو گوش بدی. یه دسته گل خوشگل میگیری میری دیدنشون. بهشون سر میزنی. اونا ازت توقع دارن. من جای تو بودم اصلا آقا جهانو میبوسیدم. بهش تبریک بگو. بی خیال عمو. باز میگه بی خیال. عمو جون من تو رو میشناسم. تو الان دلت برای اونا یه ذره شده، منتها غرورت اجازه نمیده بری. با تو هم ببین منو، خدا رو خوش نمیاد اینا رو خون به جگر کنی. ببینم اصلا یه چیز دیگه، تو خودت نمیخوای زن بگیری، خواهرت نمیخواد شوهر کنه، فقط گیر دادی چرا مادرم رفته شوهر کرده. آره میدونی همون جان راستش خود من هم این فقط ندونه. سلام علیکم. سلام علیکم آقا حسین. مبارک باشه آقا مجید. چی؟ عروسی مادرت دیگه. من شما هم خبر داری؟ بابا همه محل خبر دارن. من نگران بودم فکر کنم نصف محل خبر دارن. نه بابا همه محل خبر دارن. با خیالم راحت باشه. تخت تخت باشه. ممنون. آقا حسین فرمایشی دارید من در خدمت شما. دو تا قیچی می‌خواستم بی زحمت دور گوشام بزنی. رو چشم. خود تو درو بشین مادر. شهرام فقط 200 تومن؟ بعد چقدر؟ بابا این کمه که بابا هرچی کمتر باشه بهتره، تابلو نمیشیم. بابا بذار چیزی کسی شک نکنه. پیش من باشه بهتره، ولی اگه بیشتر بود بهتر بودا. چه داری تو کیفت میذاری؟ شهرام مشنگبازی در نیاری یا؟ تو داری مشنگبازی در میاری، تو کیفت چرا میذاری؟ این تابلوه. خب کجا بذارم؟ بذاریم این پشت مشتا اینجا. خیلی یه چیزی نپرس من بخوام. شهرام در دست در نکن فردک تو بده بقید ناشتا چیه؟ خجالت بکش، سیگار نکش. چی؟ کوشش. چی کوشش؟ الان اینجا بود. چی میگی؟ بابا الان این سیگاره اینجا بود، دستت بود، دادم دستت. بابا این قرصه رو میخوری همش توهم داری بابا. چی میگی تو توهم؟ الان دستت. چی میگی بابا؟ من از سیگار چیه؟ بذار بخوابم، پولا رو اونجا قایم کنم. شهرام بله. اینم توهمه؟ بذار ببینم نه این واقعیه. اینا رو کی تو اتاق من میذاره؟ من باید بفهمم چرا منو میخوان خراب کنم. خجالت بکش. ببین این پولا رو گذاشتم تو این کشو پایین. خب خودت هم زودتر بلند شو کاراتو بکن بیا پایین. باش شهرام اه؟ بیا اینم اون یکیش. ببین این دیگه واقعا توته هست، اینا میخوان منو خراب کنن. این مواد محترقه و چیزا میزنن توی اتاق من، واقعا کار زشتیه. من نمیدونم. بلند شو زودتر بیا پایین. باز چیه؟ بابا بزرگ، آقا ناصر، یه لحظه ساکت
ساکت. سلام مرسد خانم. سلام. صبح شما بخیر. صبح شما بخیر. بابا این دوباره از صبح کله سر شروع کرده ها. چی میگه؟ دیگه چی شده؟ من باید تکلیفم توی این خونه مشخص کنم. سلامت کو. سلام. سلام. نمیدونم واقعا من نمیدونم باید چیکار کنم. چی شده شهرام؟ هیچی بابا، آقا 200 تومنشو گم کرده، داره زمین و زمان به هم میریزه. نه خانم، مسئله فقط 200 تومنه نیستش. مسئله اینه که تو این خونه تا الان این اتفاقا نیفتاده. بعد نقد بوده؟ نه خیر، همش تراول بوده. الانم داداش دارم میرم جلوی تراولا رو ببندم که دیگه این اتفاقا نیفته. بهترین کارو میکنه. بله. آقا شهرام، ببخشید منظورتون از این حرفا چیه؟ منظوری که نداره. بگرده پیدا میشه دیگه. من خودم کمکت میکنم پیدا. آها شهرام، دیروز من تو حال 200 تومن تراول پیدا کردم. فکر کردم واسه خودم گذاشتم تو جیبم. آره. خوبه الحمدلله. آقا جهان، خب اینکه پیدا کردی چرا به آقا شهرام نگفتی که از نگرانی بیاد بیرون؟ آخه نوسر خانم این دفعه اولش که نیستش. از بس که باشه بابا، باشه. ولی خانم من مطمئنم تراولای من تو این خونه گم نشده. دزدیدن بابا جان. من دارم میگم چه کارو پیدا کردم، باز حرف خودتو میزنی. بیا بریم بهت بدم. بیا بفرمایید صابونت رو بخورید. بفرمایید. آواز الحمدلله پیدا شد دیگه. حلالیه. آقا جون برو. نه کجا؟ آهنگ رو. بیا سوار بال ابراشی رها کنیم امروز که گذشته، فکر ساختن فردا باشی اسیر میشه. شهرام. بله. بیا یه کمی هم حواست جمع کن، افتاده رو پله ها. خب این که دوتا صدیه. مگه نگفتی 200 تومن گم کردی؟ چرا گم کردم، ولی من 4 تا 50 تراول 50 گم کردم. خب اینو بده 4 تا 50 بهت بدم. یعنی چی؟ اینجا اصلا اتفاق نیفتاده پولی چیزی گم شه، سابقه نداشتید. حالا هر چی شده دیگه دوست ندارم حرفشو بزنی، فهمیدی؟ یعنی اصلا براتون اهمیت هم نداره که؟ آره برای من اهمیت نداره داداش. همینجا این بحثو تموم می‌کنی شهرام. بده من اصلا الان 50 ندارم، بعدم باز حساب میکنم. نمیخوام بمونم تو این زمونه، ببینم یار من با دیگرونه، که غم توی دلم مساز دونه، که غم توی دلم مساز دونه. باریکلا آقا جون. چی شد آقا جهان؟ هیچی بابا، از این به بعد حواسش رو جمع نکنه، پولش رو پیدا کنی بهش نمیدی. نوستد خانم، پاشو بری دیگه. نوی جان، برو حاضرشو بری. بودو شهیده خانم، شما اگه کلاس نداری؟ چرا؟ ولی من مصرم با شما یکی نیست، باشه بعدا خودم میرم. آقا جون، بیا کارت دارم. بریم آقا جون. آقا ناصر، یه زحمت هم بکش برو اینجا دم در، یکی رو پیدا کن بگو بیاد این قفل در رو درستش کنی. امروز فکر نمی کنم بتونم برسم. بله؟ ولی باشه چشم، میرم. باشه دنبال خونه هم باید بریم. دیگه چند تا کار با هم؟ من یه دست دارم دیگه، چند تا اندونه میتونم بردارم؟ آقا جان، یه دقیقه میری سر کوچه به قفساز میگی پاشه بیاد اینجا همین. بله چشم، شما یه وقت زحمت نکشی نافت میافته. این خونه مال شما هم هست دیگه، فقط مال ما که نیست. پاشو پاشو ظرفا رو جمع کن بده من بشورم. ولش کن سهیلا جون، حالا باشه من بعداً بشورم دیگه. نه تو برو به کلاست برس، من سهیلا میشورم. بدین آقا شهرام بشوره. به شما چه ربطی داره؟ شما خودت برو بشور آقای هفلی. میشوره. اینا رو جمع کنم؟ نه خیلی دارم میخورم. چرا میخوری نه تنکی؟ پاشو دیگه، پاشو لباسات تنت کن بریم. نه من باید کلید ساز بیارم. بابا جان من 100 بار گفتم اون در اون زبونش خرابه، 10 بار ما کلیت ساز آوردیم درست کرده، دوباره همین آشا همین کاسه. ببین من جنگه میرم کلاس رو برمیگردم که بعد داریم بیرون بگردم. باشه قربان شما. خدافظ. خب شیدا خانم شما که دارین میریم بیرون، خب سر راتونه دیگه، کلیت سازم بگیم بیاد دیگه، دستون درد نکنه. باشه حتما. عجب شوهر تنبلی داری ها. خدافظ. تو مگه خودت قرار نبود بری دنبال یا در اختیار خونه خودشون هم هستی؟ اونم پررو میشن. تو
دانشگاه نداری؟ نه، شما میخواییم برین جایی برید، من خودم همه کارا رو میکنم. دست در نکن، پاش برید. بابا جون الان کلید ساز میاد، بالاخره یه مرد باید بالا سرش باشه تو این خونه یا نه؟ بله، یه مرد باید تو این خونه بالا سرش باشه. خب حالا من هستم دیگه. پس پاش برو لباساتو بپوش بریم دیگه. منظورت چی بود؟ نهارو چیکار کردین؟ عجب روی داریم والا. شما خوردین؟ نه خیلی دارم میخورم. اینه نمیخوام؟ چرا میخوام؟ با منی؟ بله بفرمین تو. سلام، حال شما خوبه؟ بله من خوبم، شما چطوری؟ ببخشید شما شیدا خانم هستین دیگه درسته؟ بله ولی من اینجام. بله میدونم اونجایی. ببخش من مزاحم شدم، اومده بودم بچه ها رو ببینم. سیما و سهیلا خونن دیگه نه؟ بله تشریف دارن، شما بفرمین تو. ممنون، متشکرم. ببخشید در یه بار دیگه میزنیم، باز نشد. آقا مجید اون در خرابه، از این در بیاین تو. از کدوم بکی؟ برگردیم. سلام. سلام. من یه ساعت دارم با آیفون حرف میزنم، فکر کردم شما این اون بر. خب من بودم دیگه. مرسی ده خانم، ببخشید خود شیدا خانم در باز کردن. نه آقا مجید خودم نه. بودم. نه الان داشتم با مرسده خانم حرف زدم، من فکر کردم شما هم گفتم شیدا. اصلا شما مگه زنگ زدین؟ نه دیگه من تصویری نیست. خب تو زنگ نزنی تصویرتون دیده نمیشه که. چه فایده داره اون که زنگ معمولی، یعنی ما رد میشیم هیچ کی نمیبینه ما الان. بفرمایید تو، بفرمایید. نه آخه من با مرسی بودم، شما نفهمیدید. نه من نمیفهمم. چه گل قشنگی. آها اینا برای مال شماستین. آخه ممنون، چقدر خوشگله، من عاشق نرگسم. به خاطر این آبیاشو گفتم زیاد بذار چون نه اینا زنبقه. آها چهارراهی نیستش، از گلاش ولی زیاد فاله. بله دستون درد نکنه. من کجا باید برم داخل؟ اجازه بدین درو ببندم. من میبندم. حالا کی مطلب رو نگره؟ نه الان هم شما نفهمیدی چی شد، این قبله گیر کرد. بلش کن، بفرمایید تو، بفرمایید. ولی مرسد خانم اول چون بله شما دورش میفرمایید. بفرمایید. بله بفرمایید. دیدی؟ خب شیش وجبه. شیش وجبه اینقدر. خب بزرگه دیگه. برو بابا ما رو گرفتی ها. این در بازیه رو من یاد میدی؟ با شوهر من اینجا صحبت نکنی ها. تو هم عوض شدی ها؟ نه راستی چی شد؟ این برا تشریف آوردیم. حالا دیگه چجوری اومدی مجید؟ حالا اومدم دیگه، این چه سواله میپرسی؟ نه جدی، برای اینکه دم آرایشگاهتون یه دونه ایستگاه اتوبوس هست، اتوبوس هاش میاد این بالا، راحت میتونی بیای اینجا. من یالا گم شدم داری آدرس. نه میگم چجوری اومدی آخه؟ چرا اینجوری شد؟ اینجا جب گرفته، فکر کرده صاحب خونه هست. چه حد داد انداختی؟ ببین، بلش کن، ببین به حرف من باطق بنداخت، باطق بنداست. به حرف من گوش بده، ما این دورو برا با ناصر داریم دنبال خونه میگردیم. خب اگه خونه گیر آوردیم تو باید قول بدی که بیای با ما زندگی کنی. نه نگی بعدا نه. آره نه راستیت مثل این پالش بنداز، اصلا معذب شدی و حالش بد شد. نه من خودم راستیتش دارم دنبال خونه میگردم. باید داداش اگه خونه بگیری من میام پیش خودت. نه خیلی تو میمونی پیش ماما. سلام عرض شد خانم. سلام عرض شد. این چرا اینجوری بود؟ انگار از دماغ فیل افتاده. ولی شبیه چیز بود، دختر خاله زن میکی موز. یه حالتی بوده این سرنتیپیتیه. برو بابا سرنتیپیتی که قشنگ انقدر چش داره. بالاخره حیوانه. بچه قیبت میشه، بچه قیبت میشه. خب بگذاری بابا، قیبت نخواه. خب. خب. من اومدم هم شما رو ببینم، همین که مخواستم از ماما نسخه کنم که این خانم رو دیدم. سلام شیده خانم. دست برد نکنم. سلام. بشینیم دارم. برون برون. خوبش من عادت کردم اینجا. ببخشید. بفرمایید. بفرمایید. رحمت شده.
بفرمایید. بابت گلم ممنون، خیلی زحمت کشیدید. واقعا شما نداشتین. خیلی گرفتی درش؟ بله. گلا شما گرفتید؟ برای همه گرفتم. برای مامان. آ برای مامان. خب چه فرقی میکنه حالا؟ برای همتون گلیم. میگم اگه مامان میاد دیگه من برم یواش یواش. نه یه دقیقه بشین الان مامان میاد. ببین سهیل جون با داداشت اینقدر دم در خندیدی که نشه. این بذار براتون بگم. من داشتم میرفتم بیرون دیگه کلاس داشتم. مال ماشین پارکینگ ندارم. بعدم ایشون زنگ نزد. قشنگ داره با آیفون حرف میزنه. واسه واسه. نه نه واسه. اسم نمی. نه فهمیدی چی شد. اسم نمی من جای خنده‌دارشو بگم. بذار این جای خنده‌دارشو بگم آقا چی شد. نه واسه بگم. من افزارم فکرم آخه خب نزدی چه؟ نمیفهمدی که یعنی چی نمیفهمدی؟ یعنی متوجه نمی بابا من پشت سرتون بابا من بگم شمایی نه بالا چی؟ اوه چی شد؟ بایی 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 که بعد من پشت در موندم دیگه کلا به به خیلی مردی اومدی خودت عشق آقا جون شما رو عشق ذات تو عشقه وجود تو عشقه مرام تو عشقه ای قربونت برم تو عشقه لا 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 فدات بشم بفرما آقا جون بفرما بفرما آقا جون شما مگه کلاس نداری چه کار داری تو چی رو؟ نه دیگه تازه آقا جون اومده دوره هم نشستیم راست میگه مجید هم از الان میشینه خب حالا یه رو به دیگه ذات تو عشقه صفا تو عشقه حسرت میز و دفتر دستک رو نخور خواهش کنم آقا تو برای اینکه بخوای آدم موفقی باشی بعد یه چیزی رو آویزه گوشت کنی جانم چی؟ این که بچه حرف گوش کنی باشی ببین من تجربه چندین و چند ساله خودم رو به راحتی در اختیار تو نمیذارم این تویی که باید از من بقاپی حواسم هست؟ حواسم هست؟ الو کارگاه ببینم این نقشه فرشا رسید یعنی چی نرسید یعنی چی نرسید بگو یاوری صحبت کنم ببینم الو یاوری برای چی نقشه فرشا نرسیده من نمیدونم خوش اومدید عزیز من کنم من پول ما به کسی نمیدم اینو آویزه گوشت کن کار میکنی در ازای کارت بعد پول بگیری سلام علیکم حال شما خوبه پولم چه من دارم صحبت میکنم بابا میگم کار زندگی دارم پاشو دیگه تا میرسه میشینه پای تلفن ولی شما من حالا میدونم با تو فهمیدی تلفن مفت کی رو برده برو بفهم بابا ببخشید قربان شهران بله آقا رفتم بانک موجودی نبودش چرا حسابم خالیه ایجاجه خب مشکلی نیستش از حساب 2212 یه چک براشون صادر کنید اه؟ امری دیگه ای باشه؟ نه امری نیستش برو؟ تو بچه اینجا باشدی خب برو بیرون دیگه اشکان جانم آقا جان این حساب تفقدی چی شد؟ من زنگ زدم به شما باشون صحبت کنم میگه فرشا هنو دستمون نرسید نرسیده یعنی چی؟ آه خب موردی نیستش اشکال نداره 100% امروز و فردا حتما میرسه دیگه بابا جون احسان بابا جانو زهر مار بابا این تفقدی تا فرشا دستش نرسه 2000 پول بهمون نمیده بری پیگیری کنی و ببینید چرا نرسیده وا نرسید اینجا منو ببینید برید بابا حالا نیازی نیست خودتون رو ناراحت کنید میخوان بعدا من مزاحمتون بشم بابا خواهش میکنم چه مزاحمی آقا این بچه سن و روتیریته نداره چی نداره؟ جنم ببخشی جنم یعنی چی؟ بابا ارزه ابهت آقا میشه یه ذره آروم تر صحبت کنی؟ چشم خواهش میکنم ببخشی من این موجودی رو بگیرم آقا جون ببخشید و مزاحم مطالعات هم شدیم آقا متشکرم نازه شهرام ببین از اول هم معلوم بوده پپه بوده شیش میزده آره اون خودم هم نه آقا جون دورت جون اینه نمیگم اینه میگم همون دوران کودکی خودمه مره من میدونست ولی قشنگ معلومه استایل داشتین خوب بودین دوران کودکی خوشگل مشکل کوچولو موچولو بودم بله
الان هم خوشگل مشکلی میشون. ولی ناصر اتاقش ماشالله خیلی زیاد عتیق متیق داره. آره خیلی قشنگه. این ولی یه سری خط آها یه انگشتر داره آقا جون، اصلا عتیقه است ببینی عاشقش میشه. کجاستون؟ اون مال پسر شهرامه. بله بله میدونستم. آی بزنه این بچهش نشه. خب بعد میرسه به بچه منو سهلا دیگه. خوبه دیگه. بیا دیگه هسته هسته. خب نه شوخی کردم. شوخیش هم خوب نیست. بله. ولی تو بعد آبروریزی کردی آقا مجید. چی رو؟ آیفون تصویری دندر. نه بابا اون اصلا نفهمید چی شد. اما مرسد مگه ندی تالا؟ خب تو مسخره کن بابا. جریان در چیه؟ میگن زبونش شکسته نمیدونم. تو هم بار آخرت باشه این دختر شیدا خانم میفرستی میگی برو دنبال کلید سازا تو راه دانشگاه، اونم بگو بیاد. خب اون که بره بهتره که سهیلا رو بفرستم. بعدا باید یکی رو بفرستی؟ خب من گم میشم، من اینجا رو بلد نیستم. بله از کدوم طرف اومده اینجا؟ یا سر مرینا رو خوب بلدی ارد میدی؟ آقا جون واقعا شوخی کردم. تو بی خود کردی که شوخی کردی، من جلو اون هیچ بهت نگفتم. مجید کجا میری؟ برم این در ردیفش کنم دیگه. چرا؟ چرا که باز دوباره این شیدا خانم و سهیلانا رو میفرستی تو دیگه. آها آره اون پس میگی. این چه غیرتی شد یهو. این به مامانش رفته، مرده. بله. ناصر جو ابزار بیاریم، کاپشن قهوه هم بیار. حالا مردم گم میشه بدبخت میشیم. بفرمایید شما چرا خانم با این حالا؟ من جو ابزار دستم دست. نه این بذارین اینجا. چشم. دیگه نمیدونم وسیله‌ای که بخواین توش هست یا نه. مورد در چیه خانم؟ ببین کلیسازم میاد بهش نگاه میکنه ولی دو مرتبه زبونش گیر میکنه. گفتی زبونش خوبه. اشتباه کردم. خب حالا من یه کار میکنم زبونش گیر نکنه. انبار دست نداری نه؟ چرا؟ اینها دست دست. کلاس چندمی شما؟ منظورت سال چنده؟ آره چندم. سال چندی؟ من لیسانسمو گرفتم، دارم آماده میشم برای فوق. آفرین. درس و مشقت خیلی مهمتر از هر چیز زیاد. راستی؟ بله. مثل اینکه آقا هم قصد دارن اینجا بمونن. نه خیلی زودتر بلند شو بیا خونه، یه جور ردش کن تا مامانش نیومده. خب من اینو ردیم، این کاپشنه رو یه لحظه میذاریم امانته مالک رفیقام. اصلا یه جوری هم با این شیدایی گرم گرفته، غلط نکنم برای شیدا هم رندوم چیز کردم. شما چرا دستتون درد نکنه؟ بیخود کرده بچه پر رو. یعنی چی؟ نه خودم میام اونجا حالشو میگیرم. اه چی شد؟ میره اشغاله. اه هنو اشغاله؟ خواهش بکنم. امروز نداره پیش میاد. یعنی چی اشغال بود؟ مسخره شد در بردی؟ امروز باید تکلیف فرشا مشخص شه. فهمیدی یا حالیت کنم؟ میفهمم منتها خب اشغاله، چرا حرف زور میزنی؟ چی شده؟ شهرم چرا قاطی کردی تو ها؟ آخه هیچ کی کارشو درست اینجا انجام نمیده. این که از این خانم توی گرگ میکشه. خره همون خر و الاغ این چیزا میکشه. این آقا یک ساعت بهش میگم یه چایی به من بده، ندیده هنوز. خیلی خوب بابا. چکه چی شد؟ یه چک دو روزه دادم رفتش. این حساب 23 و 14 مونم که صبح چک اومده خالی بوده. قضیه چیه؟ چهرام پیگیری کن ببین چرا اینجوری شده. اون طبقاتی چی شد؟ اون خودم میرم دنبال کارش. کجا؟ آلمان؟ نه بابا برم تا خونه برمیگردم. شهرام جون هر کاری که میکنی بکن، فقط یه کمی زودتر رو. این ما خیلی چک داریم ها. چشم حرفا. شما هم اینقدر این بچه رو اعصابش خورد نه. رو چشم آقا جون، رو چشم. ولی شما منو میشناسین دیگه. آخ آقا لی کردی. بوزی؟ نه خیر، خره. خره؟ به
کارت برسیم. بله نیستن. بله نمیدونم کی میان. بله شما اگه پیغامی دارین بگین، من بهشون حتما میگم. بله خواهش میکنم. خدا نگه. خدا. آقای رضایی خوب شد؟ خوبه؟ عالی شد. این دفعه قبل برات زدم. دست درد نکن. خواهش میکنم. میگم پسر آقلام چند وقت این برای پیداش نیست، تو نمیبینیش؟ چرا میبینمش؟ چطور مگه؟ دو ماه نیومده سلمونی، گفتم شاید رفته شهرستان. شنیدی زنشو طلاق داده؟ بابا به ما چه مربوطه؟ طلاق داده دیگه. چی به ما چه مربوطه؟ آدم نباید بفهمه دور اطرافه چی داره میگذره؟ آخه بازم به ما مربوط نمیشه. من از اولم میدونستم این زن نگهدار نیست. برای تو چرا خوشحالی؟ نه من خوشحالم. منظورم اینه که زندگی دیگران میتونه به ما درس بده که حواسمون رو جمع کنیم. منظورم اینه. سلام جعفر آقا. سلام زن داداش این ورا. حال شما چطوره؟ مرسی قربون شما. خسته نباشی. سلام نوید جان. حالت چطوره عمو؟ خوبم. سلام علیکم. سلام آقا. نویدو بردم این مدرسه جدیده، اسمشو بنویسم. خب. نوشتن اسمشو دیگه. منم گفتم بیام یه سری هم به شما بزنم. لطف کردی. منم با مجید صحبت کردم. خب قرار شده یه دسته گل بگیره بیاد در خونه شما. جدی میگی؟ آره بابا خودش گفت میرم اونجا صورت آقا جهانو میبوسم، ازش هم عذرخواهی میکنم. آره خوش خبر باشی جعفر آقا، دست شما درد نکنه. خواهش میکنم قربونت. پس ما با اجازهتون بریم دیگه. بیا نوید. خراب میشه. مادر جان نکن، قربونت برم دیگه. راستی زن داداش نمیخوای دستی به سرگوش نوید جان بکشم؟ میخوای سرت رو اونجا کوتاه کنی؟ نه نمیخواد. چون نمیخواد نه بیزه کوتاه کنی برای دیگه. خداحافظ. سلام برسونید به آقا جهان. مادر آقا مجید بود؟ بله. مادر آقا مجید بود؟ چطور مگه؟ یادم رفت بهش تبریک بگم. واسه چی؟ شنیدم ازدواج کرده. به شما چه مربوطه که ازدواج کرده یا نکرده آقا جون؟ سرتو میشوری؟ بله میشورم. بفرمی خونتون بشوری. آب سرده. حالا چرا ناراحت میشی؟ ناراحت نشدم عزیزم. چقدر میشه؟ دو تومن. میگم حالا بچه هاش راضی هم؟ عرض کردم به شما ربطی نداره پدر جان، بفرمایی. بالاخره درس زندگیه دیگه، آدم بعد از این مسائل مشکلات مردم درس بگیره. بفرمی قرمت برم. شما بهتره درس زندگی رو موهات پیاده کنی که نخ نما شده. در هر صورت از طرف ما با آقا مجید تبریک بگو. بفرمید آقا جون. عجب آدم هایی پیده میشن، به همه کار مردم کار دارن. ناصر میشنوی چی میگم؟ ای بابا من دستم بنده الان، اون پیچکوشتی رو بده من. مثلا الان داری چی کار میکنی؟ الان دارم در رو ردیف میکنم دیگه. باز چاخان کردی؟ تو که نشستی؟ تو آیفون های چیزی داره میبینه. آها ای بابا گرفتار شدی. آیفون تصویری هم درده سر. خیلی خب برو تو کمک میکنم. بده من. چیکار میخوای بکنی؟ بده من بابا. نمیخواد دادن دست پای منو میگیری بدتر. بابا این الان میگه لباس بپوش بریم خونه ببینیم. بابا بیا لباساتو بپوش بریم دیگه. شما برو تو، من میفرستمش. برو دیگه. بعد ناصر جان نمیشه که تو تا آخر اینجا بمونی. چرا نمیشه؟ نمیشه دیگه پررو جان. اینا دختر مجرد دارن، شاید معذب باشن. یعنی چی تو اینجا بمونی؟ بعد یه سم میگم تو گوشت فرو کنا. این آبجی من انقدر اذیت نکن. اون قربون اون دهنت برم داداش جون. نوکرت نرفتی هنوز؟ نه. برو دیگه. برو دیگه. ببین این اصلا دیوانه است. این فکر میکنه ما با این قیافه رفتی دیگه الان. آره؟ نه. نه دیگه نرفت. خب برو دیگه. با هم حرف بزنیم. میفهمی؟ برو درست صحبت کن باش. خب حالا گوش کن ببین من چی میگم. ما این با این قیافه بلند شیم بریم اطراف اون خونه نمیدن که. اینو قبول داری که؟ آره الان رفتی دیگه. آره بگو. بیا تا کریم دار شهر. سلام. سلام کرد گاگور. تو هر خوبم. باشه میگم آقا جون.
داش درتون خراب شده داشتم درست میکردم. اصلا به تو چه گفت رازی شاگرد سربونی هستی چیکاره ای تو؟ دماغ کرد. همون دست باچه رو میدادش بیا این بابا. برو اون بابا. چه کارشونو میکنم برو تو. شما بفرما تو بابا جون. آقا جان چش من علی بفرما. نکنید. شما بفرما. بفرما شما بفرما هری. عجب گیری کردی ما. بفرما هری. نکن آقا جون. ببین دماغ کرد بهت بگم. اگه فکر تو حرف نزن تو نخرس. گوش کن حالا آی. ببین دماغ کش فکر نکن تو هم میتونی اینجا کنگر بخوری و لنگر بندازی ها فهمیدی منو نگاه کن منو نگاه کن بابا عفت کلام داشته باش استاد بارم من شپش باش یه باش شپش خودت یا ببینم من رو اینجا مامانم سر بزنم بچه ها رو ببینم برم بعدم درتون خراب داشتم تعمیرش میکردم حالا تموم شده هری ولش کن ولش کن این همش باده همچی میذارم تو دهنش که بتره یه بابا سر دیگه دو تا لات اومدید سر وقت برید به کارت دیگه بچه درست صحبت کن یه بابا دیگه جسدی نکنم اینا کی جسدی میکنه؟ آقا کارتون تموم شده هری خیلی خوب هری آقا هری تو چی کار داری به حرفایی؟ مجید خب بابا جانم تو میتونی دهنتا بگیری؟ سلام چی شد مجید کجاره؟ خب این گوسفند برگشت آقا شد آقا سر یه لات بی سر پا ببین شهرام تو نباید باشی اینجوری حرف میزدی من نمیدونم که تالا طرفدار این لات دماغ کج شدی درست صحبت کنید لطفا آقا مجید باشه آقا مجید ولش میکن دیگه بابا تو هم اگه به بابا نگفتم آخ 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 دمپایی هم که جیر داده ام نداره با دمپایی خود